به نام خدا. حکایت معمای وصیت‌نامه. روزی بود و روزگاری، مرد ثروتمند و زیرکی در شهر آتن زندگی می کرد که مهیای مرگ بود. اما دخترانی داشت که هیچ کدام از آنها در هنگام سختی و بیماری به سراغش نیامده بودند و فقط پول و خوشی پدرشان را طلب می کردند. مرد تصمیم گرفت وصیت‌نامه‌ای بنویسد که همه مال و ثروتش را به دخترانش بسپارد، اما آنان بهره‌ای از آن نتوانند ببرند. مدتی که از نوشتن وصیت‌نامه گذشت، مرد مرد و سه دختر از خودش باقی گذاشت. یکی از آن سه آنچنان زیبا و دلفریب بود که با چشمانش همه را اسیر خود می کرد. دیگری کشاورزی خانه‌دار و پشم‌ریسی چیره دست بود. اما سومی میگساری زشت‌رو بود که بیشتر از همه پدرش را رنجانده بود. به محض اینکه پدرشان را دفن کردند، دختران جمع شدند و سهمشان از ارث پدر را طلب کردند. اما مرد در وصیت‌نامه خود همسرش را وصی خود کرده بود و از او خواسته بود که ثروتش را میان دخترانش به طور مساوی تقسیم کند. اما یک شرط مهم گذاشته بود. مرد شرط گذاشته بود که دارایی او باید به نحوی بین دختران تقسیم شود که نه مالک آنچه که به آنان میرسد باشند و نه بتوانند از آن لذت ببرند. مرد نکته دیگری را هم در وصیت‌نامه قید کرده بود. هر یک از آنان به محض اینکه از مالکیت ثروتی که به آنان رسیده دست کشیدند، باید مبلغ هنگفتی به مادرشان بدهند. دختران با تعجب به دهان مادر خیره شده بودند و کم کم صدای اعتراضشان بلند شد که این چه وصیتی است و از این جور حرفها. خبر در شهر آتن دهان به دهان گشت. مادر با تمام وکیلان شهر مشورت کرد، اما هیچ یک از آنان نتوانستند به او بگویند چه کند که دخترانش نتوانند مالک ارث خود باشند و از آن لذت ببرند. به علاوه هیچ کدام هم نتوانستند به او بگویند اگر طبق وصیت نامه دختران مرد چیزی دریافت نمی کنند، چگونه می توانند مقدار گفته شده را به مادر خود بپردازند. وقتی مدتی از موضوع گذشت و هیچ کس نتوانست به معنی وصیت نامه پی ببرد، مادر از تقسیم دارایی مرد بر اساس وصیت‌نامه دست کشید و مصمم شد طبق تشخیص خود عمل کند. از این رو دارایی مرد را این گونه تقسیم کرد. او قول لباس‌های زیبا، زیورالات زنانه، وسایل حمام، غلامان و ندیبان و بچگان را به دختر زیبا روی داد. قول خانه‌ها، زمین‌های کشاورزی، گله‌ها، گاوان و حیوانات باری را به دختر کشاورز داد و قول زیرزمینی پر از سبوهای باده و عمارتی با شکوه و باغی خرم و سبز در برابر آن را به دختر سوم داد. هنگامی که مادر دختران قصد داشت با صلاح دید همگان، چرا که همه اهالی شهر با خلق و خوی دختران آشنا بودند، تصمیم خود را اعلام کند، ناگهان یکی از خردمندان به نام اذوب در میان جمعیت ظاهر شد. آنگاه اذوب به اهالی گفت: اگر پدر این سه دختر می دانست که اهالی آتن از تفسیر وصیت‌نامه او عاجزند، در گور به خود می لرزید. آنگاه وقتی اهالی از او خواستند تا مفهوم وصیت‌نامه را برایشان توضیح دهد، اذوب معما را برایشان حل کرد. اذوب به آنان گفت: خانه و تمام لوازم آن و باغ سبز و باده‌های کهنه را به دختر سخت کوش کشاورز بدهید. لباس‌ها، زیورالات و چیزهای از این قبیل را به دختر زشت روی بدهید و زمین‌های کشاورزی، دام‌ها، گاوها، چوپان‌ها و گله‌ها را به دختر زیبا روی بدهید. مطمئن باشید آنان توان فکری نگهداری از آنچه که با جوهره ذاتشان در تضاد است را ندارند. بنابراین دختر زشت‌روی باده نوش برای تهیه باده زر و زیور، دختر زیباروی برای آراستن خود زمین،
و دخترک سخت کوش کشاورز خانه را خواهند فروخت. بدین ترتیب هر یک از آنها مالکیت آنچرا که به ارث برده اند حس نخواهند کرد و هر یک از آنها می توانند با فروختن آنچه که به ارث برده اند مبلغ تعیین شده را به مادر بپردازند. بدین سان مردی خردمند آنچرا که جماعتی کون ذهن قادر به کشف آن نبودند کشف کرد. دوستان عزیزم، امیدوارم که از دیدن و شنیدن این داستان لذت کافی را برده باشید. عزیزان لایک، سابسکرایب و زنگوله را فراموش نکنید و اگر دوست داشتید این داستان را با دیگران هم به اشتراک بگذارید.